خب بچه، مدل های سبودی رو میتونید از توی سایت های مختلف دانلود کنید. من یک کانال تلگرام زدم و این مدل سبودی رو توی کانال تلگرام خودم لینکش میذارم توی قسمت دیسکریپشن، از اونجا میتونید وارد کانال تلگرام من بشید و فایلش رو دانلود کنید. من خودم مدل های سبودی رو از جاهای مختلف میگیرم، هر سری مثلا یه سری یادم از beauty3d.com بود فکر کنم سایتش، یه سری هم از سافتساز بود، مغز افسار و جاهای دیگه. این یه مدل خیلی خوبیه، قطعاتش هم جدا میشه اینجا، مثلا موشک باشه اینا. تو این پارت یه صحنه میخواییم درست کنیم. اول از همه ببینید اینم که نوشته بادی کل بدنه رو دربر میگیره، اینجا که بزنید اینم زیر مجموعه هاشه، مثلا قسمت شیشه و موتور و موشک و باله و جاهای مختلف دیگهش. خب برای کنترل بهتر انیمیشن من توی یه پارتی که هلیکوپتر درست کرده بودم اونجا هم توضیح دادم که ما از امپتی استفاده میکنیم، یعنی اون گیرنده هایی که باهاش بتونیم کنترل بهتر انیمیشن رو به دست بگیریم. خب من وارد نمای تاپ میشم و از اینجا شیفت ای رو میزنم، از قسمت امپتی بدون کند وارد میکنم و R X و 180 این بیاد اینجا بره روی دماغه که هواپیما. من از اینجا ببینم که دقیقاً آره به این شکل. خب حالا کافیه بدنه هواپیما رو به این پرنت کنم که یکی بشن. خب ببینید اونی که میخواید زیر مجموعه اونی که بشه که پرنت شده، اول اون انتخاب میکنید، شیفت رو از روی کیبورد میگیرید اینجا زده و من این انتخاب میکنم، کنترل پی از روی کیبورد و set parent to object. این هم میتونید بذارید keep transform. من روی آبجکت بذارم و اینجا کلا برای من یه دونه آبجکت برای من تعریف میکنه که من اگه روی این بزنم و از اینجا بچرخونم، شما میبینید که از همین مرکز سرکلی که من اینجا تعیین کردم این روتیتش رو انجام میده. که من بیشتر اینه که گذاشتم اینجا اسم اینو تغییر میدم و میذارم شیک که به معنی لرزش هستش، این برای لرزش جنگنده مونه. خب که من جلوتر الان بهتون توضیح میدم. بعدش چیکار میکنه، من یه دونه شیفت ای میزنم و یه امتی دیگه میارم، این سری من کیوب میارم و اینو من وارد نمای تاپ بشم که تا اینجا بزرگ بشه و از اینجا هم تا اینجا ارتفاعشم خیلیه، اینقدر کافیه، اینقدر. خب این برای کنترل کل جتمون هست. خب حالا من بخوام اینو پرنت کنم، اول روی این میزنم و بعدش روی این کیوبه و کنترل پی و آبجکت، این هم میتونم اسمشو بذارم جت. خب این میشه برای حرکت دادم به جنگندمون. اما این شیکی که من اینجا گذاشتم، یعنی این برای چیه؟ من اینجا وارد تب انیمیشن میشم، من این نوار تایملاین رو بیارم یه ذره بالاتر از اینجا ببینم، این قسمت رو به گراف ایدیتور و از اینجا اینو میتونم به دوپشی تغییرش بدم. خب اینجا ما باید یه لرزشی رو روی این جنگنده انجام بدیم. خب الان هیچی اینجا ما نداریم، من از اینجا کلید آی رو از روی کیبورد میزنم بهش یه روتیشن میدم و همونطور که میبینید اینجا مقادیرش برای من میاد. من میتونم روی روتیشن محور ایکس از اینجا از قسمت مودیفایر ها اد مودیفایر یه دونه نویز بهش اضافه کنم و اگه پلی رو بزنم ببینید این برای ما میلرزه، اما خب شدتش خیلی زیاده. من از اینجا از قسمت استرنج اما قدرت این رو به مقدار مثلا 20 تا کمش میکنم و اسکیلش هم حالا میتونم کمتر یا بیشتر کنم. پلی رو میزنم ببینید الان متوجه شدید که منظورم از اون لرزشی که هواپیما یا حالا جنگنده و سایر وسایل نقلیه که تو آسمون دارن حرکت میکنن دیگه همچین لرزشی توی آسمون دارن. اگه دقت کرده باشید برای طبیعی تر کردن صحنه حتما این نیاز هست. میتونید از اینجا اسکیلش هم زیاد کنید، مثلا اگه روی 10000 تا بذارید ببینید اون طیف دامنه‌ای که تعیین میکنید براش یه خورده آروم‌تر میشه. خب از اینجا شما میتونید کنترلش کنید. فعلا من همون روی یک میذارمش. حالا میرم توی یه محور دیگه، محور وای. اینجا شما یا میتونید دوباره بهش نویز رو اضافه کنید یا اینکه روی همون محور ایکس که بودید از اینجا کپی رو بزنید بعد دوباره برگردید اینجا و
تست رو بزنیم. ببین الان میشه تو محور وای، ولی خب من اینجا میخوام یه اسکیلی هم بهش بدم، مثلا 8000 تا 10000 تا بهش یه اسکیلی هم میدم. میبینید یه خورده به این سمت یه حرکاتی برای ما ایجاد میکنه. میتونید با مقادیر مختلفش کار کنید و هر کدوم که مد نظرتون بود همون رو روش اعمال کنید. خب پس این شد تا اینجای کار که ما یه لرزش هم بهش دادیم و الان میمونه یه دوربین درست کنیم. به دوربین هم باید یه لرزشی بدیم و اینکه پشتش هم یه بک‌گراند بذاریم و یه اشتیارهایی هم بهش بدیم. خب من وارد رندر میشم اینجا روی چیه؟ روی سایکل جی پی یو. خب میام پایین فیلم و ترانسپرنتش رو میزنم اینجا. یه HDRI باید وارد کنم. میرم بالا از اینجا کالر انوایرمنت تکسچر روی اوپن میزنم. خب از قسمت HDRI روی اریال اینجا میتونم اینو بیارم. از اینجا هم میتونم شدتش رو یه خورده بیشتر کنم، بازتاب نور و ایناشو. حالا بعدا میتونم تنظیمش کنم. بچه راستی این مدل خلبانم داره، بذارید من هایدش کنم. اینو دانلود کردین ببینید یه همچه خلبانی هم داره، مدل خیلی توپیه. خب من وارد نمای تاپ بشم و از اینجا یه پلم وارد کنم، اینو باید بزرگش کنم. اینقدر و RX و 90 ببرمش عقب، یه شیدرم بهش بدم اینجا که خب اینجا تصویر بک‌گراند چی باشه؟ میتونه این باشه. خب از اینجا اینو من به این وصل کنم، یه دونه امیشن بیارم بزنم به این، یه گاما هم بدیم بد نیست، یه گاما هم بدیم. دوربین نذاشتیم، نه یه دوربین هم بیاریم دیگه. دونه بیاد عقب، نمای دوربین همون این بر من اینجا بیارم که شما هم ببینید. خب اینجا رو دقت کنید، حواستون باشه که الان ما روی رندر نیستیم، روی متریالیم. خب ببین اگه من روی رندر برم الان بازتاب نور اینا برای ما اوکی تر. خب اگه میبینید باز نور محیط با این بدنه مثلا همخونی نداره، یا میتونید از اینجا HDRI رو تغییر بدید، یه HDRI بیاردید که مطابق همین محیط باشه، یا اینکه از اینجا باز ما میتونیم لایت بیاریم، چند تا نور بیاریم و تنظیمش کنیم. خب مثلا اگه صحنه خورشیدی اینا هم باشه، من میتونم از اینجا یه سان بیارم، از اینجا جهتش هم تعیین کنم. از اینجا من مقدار اون قدرت خورشید رو میتونم تعیین کنم مطابق با بک‌گراندی که مثلا اینجا دارم. و ببین مثلا الان نور اینجا یه خورده از اینجا زد بالاتر، من میتونم اینجا مقدار بک‌گراند پشت و امیشنش رو ببرم بالاتر. ببین یعنی خورشید داره از این ور درست داره، از این ور داره میتابه، بازتابش دقیقاً اینجوریه که اون ورم هوا آفتابیه، یعنی ابری نیست. حالا ابر ما اون ور داریم ولی کلاً هوا آفتابی هست. آره الان اوکیه، بندازم بشین. خب پروژه رو سیف کنیم که یه وقت میره برق میره یا کلاً میپره. ما یه پلی انجام بدم. الان ما لرزش اینو داریم، یه لرزش دوربینم انجام بدیم. لرزش دوربینم دقیقاً مثل همین جتی هستش که ما انجام دادیم. روی کامرا من میزنم اینجا و وارد دوباره تب انیمیشن میشم و الان روی دوربینم، اینم روی گراف ادیتوره. بذارید من برگردم روی این فریم صفر. خب من آی رو از روی کیبورد میزنم که روتیشن به همین، ببینید کامرا روتیشن اینجا بهش میدم و روی همین محور ایکس اینجا بهش مودیفایر نویز رو میدم. بنام وارد رندر بشم روی دوربین، ببینید لرزش خیلی بالاست. خب اینو ما هم مقدار 20 رو که بهش بدیم 0.020، ببین
همچین حالت می... حالا اینجا من باید اسکیلش رو زیاد کنم. اینجا من 10,000 تا بهش اسکیل رو میدم، ببین چی میشه. پلی اوکیه، میشه یه خورم کمترش کرد. خب به نظرم اوکیه، کفایت میکنه. برگردیم، الان ما لرزش دوربین با لرزش این جت رو انجام دادیم. یه میمونه انیمیشن خود این جته که از اینجا وارد کادر دوربین میشه. من رو این کیوبه میزنم و یه خورده میرم عقبتر، جی رو میزنم و اینو میبرمش این سمت. اینجا ما فریم صفریم. خب از اینجا من آی رو میزنم لوکیشن، بعد مثلا وارد فریم 90 یا 80 که میشه جی رو میزنم و از اینجا وارد کادر میشه تا اینجا. اینو من آی رو میزنم و لوکیشن. ببین از اونجا میاد به این سمت. حالا واسه اینکه یه خورده نرم‌تر بشه، من اینجا بهتون میگم که از قسمت گراف ادیتور ما اینجا تنظیمش میکنیم. ببین اینکه تا اینجا میاد یه خوردم باید بره تا اون گوشه، مثلا تا فریم 100 که اینجا میاد چی یه ذره این بیاد این و خب و اینجا لوکیشن. اگه میخواید هی آیرون نزدید اینجا اوتو رو میزنید، اوتو کینگ، هر حرکتی که اینجا اعمال میکنید رو به صورت اتوماتیک انجام میده. ببین الان چی میشه، این تا اینجا میاد یه ذره میدی و دیدی و بلا فاصله باز یه خورده من میارمش این و یه کوچولو میارمش این و و از اینجا هم باز یه لوکیشن و در نهایت مثلا تا فریم 170 که میاد این و یه خورده میاد این طرف تا مستقیم یه ذره بالا بیاد وسط دیگه. خب اینجا هم لوکیشن. خب ببینیم مثلا چی شد، این میاد تا اینجا و میاد این طرف. حالا من میخوام بشه یه چرخش هم بدم. خب من یه ذره اینو میچرخونم به سمت بالا و دوباره اینجا این سری بهش روتیشن میدم. چرخشه فقط روی روتیشن قراره اعمال بشه. خب و این که میاد اینور مثلا تا اینجا که میاد تا اینجا، اینجا من یه روتیشنی به این سمت میدم این حالت رو داشته باشه و دوباره روتیشن بذاریم چجوری شد، میاد اینور، میاد به فریم 100 که میرسه دوباره یه روتیشن اینور و آی رو میزنم و یه روتیشن. ببین یه همچین حالتی و اینجا که میاد دوباره یه روتیشن دیگه، یه خورده صافتر میشه آی و روتیشن. اینجا همینطور تا اینکه برسه اینجا صاف بشه. اینجا میتونه یه ذره بالا پایین بشه، تا لوکیشن. حالا ما برای اینکه بخوایم یه خورده نرم‌ترش هم کنیم، من وارد تب انیمیشن میشم اینجا، نمیکشمش بالاتر و روی این میزنم. ببین اینا که لوکیشن همونه، یعنی اون جابجایی که انجام میشه و روتیشن. سه تا محور داریم دیگه، ایس وای زد، اینم برای چرخش هاشه. ببین الان ما یه چرخش خیلی، اینو میبینید چه دامنه وسیعی داره، این برای روتیشن محور وایه، یعنی دقیقا از همونجا که ببین الان ما بریم این و از همون قسمتی که داشت از بالا میمد به سمت پایین، ببین اینش این قسمت. من میتونم روی این بزنم و راست کلیک کنم و از قسمت هندل تایپ، ببین مثلا اگه من اینو روی وکتور بزنم این تیز میشه. خب جلوه اصلا جالبی به ما نمیده، ببین یه همچین حالتی داره، خیلی خشکه. ولی اگه من بیام همینو روی این نقطه مثلا بزنم و یه خورده بکشمش، این هرچی این شکلش منحنیش از حالت تیز بودن خارج باشه و گردتر به نظر بیاد، حرکتش نرمتره. ببینید یه همچین حرکت نرمتری رو داره. یا اینکه میتونم روی همین بزنم و از اینجا هندل تایپش رو بزنم روی اتوماتیک، اینی که خودش اتوماتیک برای من تشخیص میده. ببین همچین حرکت خیلی نرمی رو برای من اوکی میکنه.
میتونید پس روی اتوماتیک هم بزنید. ببینید الان دوباره من مثلا میتونم روی اتوماتیک بذارم و دوباره این رو روی اتوماتیک بزنم، یا اینکه همون دستی کلا تغییرش بدم. ببینیم چی شد. الان من چند تا رو گذاشتم روی اتوماتیک. این چه حرکت نرمی داره. مثلا عالیه. میتونید روی همین بذارید. بقیه محوراش هم میتونید تغییر بدید. ببین الان ما توی روتیشن یا همون چرخش فقط محور وای رو داشتیم که توش تغییرات داشتیم. محور ببین اگه من روی X بذارم من چیزی رو نمیبینم اینجا یا Z، به خاطر اینکه ما فقط روی محور Y بودش که مانور داشتیم. خب این مانوری که داد روی محور Y بود. اما لوکیشن ما یه دونه لوکیشن Z داریم، توی محور Z داریم و یه دونه هم که X داریم. خب من میتونم Xش رو هم اینجا هندل تاپش رو روی اتوماتیک بذارم. البته خودش نرم هست، یعنی اوکیه تقریبا. یه تیف دامنه خیلی نرمی داره، اوکیه، مشکلی نداره. ولی اگه شما یه جایی دیدید که یه سری چیزا تیز شده، از همین قسمت میتونید اون تیف دامنه رو نرم ترش کنید. خب برگردیم ببینیم چیکار کردیم. اصلا الان من برگردم روی فریم صفر، سیوم کنم. این سیو خیلی مهمه. پلی ببین حرکت این شد یا تا اینجا به بالا. خب قسمت رندرینگش هم که قبلا توضیح دادم توی قسمت خاص خودش چیزی نداره. اینجا دیگه فکر نکنم نیازی باشه توضیح بدم. از اینجا مکس امپلوشه که من معمولا بین 64 تا 128 میذارم، حالا بستگی داره. و یه سری پارامترهای دیگه مثلا همین لایت پسش که این بستگی داره که چقدر نویز توی صحنه باشه که بخواید اینا رو بیشتر یا کمتر کنید. مثلا مه باشه که قطعا باید بیشتر کنید که اون نویزا رو بگیره. اینجا هم که ما تیک دینویز داریم، البته این واسه ویوپورت. این دینویز برای قسمت رندر باید فعال باشه. و از همین دیگه، از اینجا هم که رندر انیمیشن رو میزنید و رندر انیمیشن انجام میشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، تو قسمت کامنت نظرتون رو بنویسید. و اگه میخواید که من توی ویدیوهای بعدی راجع به این که مثلا این راکت یا همون موشکی که اینجا داره و شلیک بشه که این پشتش دود و آتیش اینا بیاد، تو قسمت کامنت برام نظرتون رو بنویسید. و توی تلگرام هم عضو بشید، کانال رو سابسکرایب کنید و تا یه ویدیو دیگه میبینمتون.